دیداری از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون، دیدار تیم‌های ملوان بندرعنزلی و ذوب‌آهن اصفهان ماچادو. حالا یک در اون ببین چه کار می‌کنن، فرصت برای بازیکن برای در اون محوطه جریمه، میتونه یه گل ببینیم یا نه. جلال رافقایی بود که توپش با اختلاف زیاد به بیرون رفت، بازم یه ضربه از همونجا و گل، و گل برای ذوب‌آهن اصفهان توسط پیام صادقیان. از کجا گل میزنه؟ نگاه کنید اینجا توپی که یار شماره 16 هوگو ماچادو به او رسوند، از همینجا صادقیان مستقیما توپ رو وارد دروازه کرد، گل بسیار زیبایی رو میزنه. نگاه کنید با روی پا و با قوسی که توپ برداشت نتونست پور محمد جعفر توپ رو مهار کنه، و این هم فرصت ملاسه برای ملوان و گل، و گل. حالا سید جلال رافایی گل میزنه، پیراهن خودش رو هم بیرون میاره، یه کارت زرد رو به جون میخره، اما مقابل تیم فصل گذشته خودش گل میزنه. نگاه کنید اصلا فرصت ندادن که چند دقیقه بگذره. اینجا سپاس انجام شد، توپ رو ارسال کردن همونجا، اشتباه یاران ذوب‌آهن. و این سید جلال رافایی که این گونه فرصت ها رو از دست نمیده و دروازه های شهاب گردان رو بلا فاصله باز میکنه، چقدر بازی جذاب میشه. حالا فرصت یاران ذوب‌آهن در اون محوطه جریمه، این بار در دو مرحله توپ رو از آن خودش میکنه مسعود پور محمد جعفر. ارسال رمضانی به روی دروازه گردان، توپ از جلوی دستان او عبور میکنه. علیرضا رمضانی پشت توپ ایستاده، بازیکن سرزن هم در اون محوطه جریمه. محسن قهرمانی سانتیمتری اونجا دیوار دفاعی رو اعلام میکنه، یه ذره مستقیما میرفت که وارد دروازه بشه. قاضی هم که همچنان باید منتظر بمونه ببینه چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. بازیکن خوب فوتبال کشورمون و باشگاه ذوب‌آهن که در بازی قبل البته پرچم کمک داور در اینجا بالا رفته بود، آقای قهرمانی با کمی تأخیر پرچم کمک خودش رو میبینه. ماچادو با پای راست پشت توپ ایستاده، حوار مولا محمد با پای چپ، ببینیم کدام یک به توپ ضربه خواهد زد. ماچادو خودش و گل، و یک گل زیبا توسط بازیکنان ذوب‌آهن. نگاه کنید چقدر زیبا زد ضربه ایستگاهی رو پور محمد جعفر، هر چقدر تلاش کرد نتونست به توپ برسه، هم سرعت خوبی داشت هم نقطه خوبی رو نشانه رفته بود. رستمی ارسال در اون محوطه جریمه، یه ضربه سر شهاب گردان توپ رو برمیگردونه. ارسال، یه ضربه سر، همرنگ چه کار خواهد کرد؟ خطا اعلام میشه، پنالتی بر روی بازیکن ملوان و اعلام پنالتی. ببینیم رافقایی در این پیکار چه خواهد کرد. سید جلال رافقایی پشت توپ، با سوت قهرمانی میزنه و گل، و گل برای ملوان بندرعنزلی. ملوان 2 ذوب‌آهن اصفهان 2. دو سه نفر رو داره همینجور جا میذاره، میره اسماعیل فرهادی ضربه‌اش رو هم میزنه و گل. چقدر راحت به گل رسید و چقدر زیبا حرکت انفرادی اسماعیل فرهادی و گلی که ایگور کاس رو به ثمر میرسونه. صحنه رو ببینید، 3-4 نفر از کمی قبلترش اگر ببینید نگاه کنید این گونه ضربه‌اش رو زد و بسیار راحت ایگور کاس رو دروازه ملوان رو باز میکنه. و تیر 2 ضربه سر از تو دروازه در آورد توپ رو رمضانی. سالارزاده باز هم سالارزاده، اتفاقی نیفتاده، بازی ادعا پیدا میکنه. عرضا رمضانی توپ رو به بیرون میزنه و بازی جوان مردانه رو انجام میده. حالا انقدر اعتراض میکنه بازیکن ذوب‌آهن که قهرمانی میخواد به او کارت نشان بده. قرمز
اوه 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 او کارت نمیده آقای قهرمانی، یه قرمز میده. حتما حرفی زده یا چیزی گفته. ابراهیم زاده به اون میگه هیچی نگه و از زمین مسابقه خارج بشه. یک بار دیگه نوستی، این بار دیگه باید توپ رو ارسال بکنن. بلند روی تیر دو، میتونه گل باشه. کجا میزنه ضربه سرش رو؟ ضربه سرش میشه رمزانی و تیر دروازه. در برگشت در ادامه یه نفر اونجا از دستش استفاده کرد و پنالتی، و پنالتی برای زوباهن و باید کارت رو ببینیم از قهرمانی و کارت زرد. این دیگه فرصتی نداره تیم ملوان. سجلال رافقایی و گل، و گل، گل برای سجلال رافقایی و ملوان. بازی 3-3 مساوی میشه. خوشحالی تیم ملوان و سجلال رافقایی. حالا فرصت برای یاران زوباهن. رمزانی باید دور بکنه که این کار رو انجام میده و خیال همه رو راحت میکنه و سوت پایان بازی.